درود به دوستان و همراهان عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با نقاط فشاری بدن صحبت کنیم. فشار دادن این نقاط بدن چه بیماری هایی رو درمان میکنه؟ تنها با فشار دادن این نقاط از بدنتون بدون اینکه به دکتر مراجعه کنید، بسیاری از دردها و بیماری های شما درمان میشه و معجزه اون شما رو حیرت زده میکنه. به گزارش گروه وبگردی کانال فارسی مدیا، اغلب افراد از روش هایی مثل استفاده از مسکن برای تسکین دردهای خودشون استفاده میکنن، اما باید بدونید به جز روش های معمول از طریق راهکارهایی مثل فشار دادن نقاط خاصی در کف دستتون میشه دردهای بدنتون رو تسکین داد و برخی بیماری ها و مشکلات رو درمان کرد. به منظور این کار کافیه این نقاط خاص رو برای 5 ثانیه به آهستگی فشار بدید، نفس عمیق بکشید و اون رو درمان کنید و معجزه این کار رو ببینید. پس همراه کانال فارسی مدیا باشید تا شما رو با این موارد آشنا کنیم. مورد اول، نقطه LV3. این نقطه که بین انگشتان شست و دوم پا قرار گرفته، لایبرتری یا به اختصار LV3 نامیده میشه. با 1 دقیقه فشار دادن این نقطه میتونید به حل مشکلات مختلف بدنتون کمک کنید و از فشار خون بالا تا دردهای قاعدگی و استراب جلوگیری کنید. در مجموع پاهای شما نقاط فشار مختلفی دارن که با ماساژ هر کدوم میتونید کمک زیادی به بهبود سلامت خودتون بکنید. مورد بعدی، نقطه LI4 یا LI4. نقطه Large Intestine 4 یا به اختصار LI4 یا همون LI4 رو روی دستان شما میتونید ببینید. شما میتونید با انگشت شست دست دیگه خودتون رو برای مدتی به این نقطه فشار بدید یا به اون ضربه بزنید. تحریک این نقطه به رفع دردهای مزمن، افزایش ایمنی بدن و همینطور کاهش فشار خون کمک میکنه. نقطه بعدی، نقطه PC6 یا همون PC6. نقطه PC6 در سمت داخلی ساعد قرار داره. برای پیدا کردن اون به اندازه تقریبا 3 انگشت از مچ دست بالاتر بیابید و وسط دست رو فشار بدید. فشار این نقطه باعث تنظیم دستگاه گردش خون بدن میشه، مسئله ای که به قلب کمک میکنه و فشار خون رو پایین میاره. با این کار میتونید به رفع حالت تهوع، سردرد و ماشین گرفتگی هم کمک کنید. مورد بعدی، نقطه GB20. GB20 در واقع 2 نقطه هستند که روی هر دو سمت مهره های گردن درست در انتهای جمجمه قرار دارند. برای فعال کردن این نقاط باید به مدت 1 دقیقه فشار ملایمی همزمان به هر دوی اونها وارد کنید. دستان خودتون رو بی حرکت نگه دارید و هیچ حرکت دیگه‌ای به اونها ندید. برای این کار از انگشتان شست خودتون استفاده کنید. این کار به کاهش وارده به گردن هم کمک میکنه و تب و مشکلات چشمی رو رفع میکنه. نقطه بعدی، نقطه GV20. نقطه GV20 بالای سر قرار داره. برای پیدا کردن این نقطه، 1 خط فرضی از 1 گوش به گوش دیگر بکشید. وسط این خط روی سر شما قرار میگیره. با ماساژ این نقطه یا فشار دادن اون میتونید فشار خون خودتون رو پایین بیارید، سرگیجه خودتون رو برطرف کنید یا تنها کمی خودتون رو آروم کنید. نقطه بعدی، نقطه‌ای در پایین انگشت شسته. سرفه، ناراحتی های تنفسی و عملکرد تیروئید با فشار دادن این نقطه بهبود پیدا میکنه. مورد بعدی، شست. فشار نقطه‌ای روی شست انگشت میتونه افسردگی، استراب رو درمان کنه و عملکرد تحال و معده رو تنظیم کنه. همچنین اگه گرفتار دل درد، سردرد، مشکلات پوستی یا استرس هستید، کافیه این نقطه رو روی انگشت شست خودتون فشار بدید. مورد بعدی، سبابه. این نقطه روی انگشت سبابه میتونه در رفع مشکلات کلیه ها و مثانه کمک کنه. از این گذشته اگه احساس ترس، گیجی یا ناامیدی دارید، این نقطه میتونه به مدیریت احساس شما در این زمان کمک کنه. همچنین عضلات و دردهای پشت، سوزش سر دل و درد دندون هم با این روش تسکین پیدا میکنه.
مورد بعدی انگشت وسط. نقطه روی این انگشت در تنظیم کبد و کیسه صفرا کمک کرده و همچنین به منظور بهبود گردش خون، بینایی، تسکین میگرن و گرفتگی عضلات درد ماهانه خانوم ها بسیار مؤثره. انگشت حلقه. شما میتونید عملکرد ریه و روده بزرگ خودتون رو با فشار دادن این نقطه بهبود ببخشید و همچنین اگه شما گرفتار مشکلات گوارشی، تنفسی یا بیماری‌های پوستی هستید، با فشار دادن این نقطه میتونید به کاهش مشکلات خودتون کمک کنید. انگشت کوچک. این نقطه بر روی انگشت کوچک در تنظیم عملکرد روده کوچک و قلب مؤثره. همچنین اگه شما احساس نگرانی، ناامنی یا عصبی بودن میکنید، میتونید با فشار این نقطه به افزایش اعتماد به نفس خودتون کمک کنید. مورد بعدی، نقطه‌ای در قسمت خارجی کف دست‌های شما یا همون نقطه آ. فشار این نقطه میتونه به تنظیم سطح قند و رفع مشکلات آپاندیس کمک کنه. نقطه بعدی، نقطه‌ای در مرکز کف دسته. فشار دادن این نقطه میتونه در کاهش استرس های گوارشی یا درد شکم مؤثر باشه. مورد بعدی، نقطه ای در بخش گوشتی کف دست. این نقطه به عملکرد غدد درون ریز و قلب مرتبطه. همینطور که دقت کردید، اکثر این نقاط در کاهش فشار خون شما مؤثر هستند. پس ما در ادامه این ویدیو چند روش طبیعی برای کاهش فشار خون را به شما معرفی میکنیم. علاوه بر شیوه های فوری و موقتی، روش های دیگه هم هست که با استفاده از اونها میشه فشار خون خودتون رو به شکل طبیعی تحت کنترل در بیارید. پیاده روی سری نه فقط قلبتون رو ورزش میده، بلکه باعث آزاد شدن اندروفین در بدن میشه، هورمونی که روی سلامتی کلی شما تاثیر میذاره. رژیم غذایی مخصوص فشار خون بالا رو در پیش بگیرید که شامل میوه ها و سبزیجات و غلات کامل میشن. به علاوه توصیه میشه از خوردن مواد غذایی فراوری شده و حاوی چربی های اشباع شده، مواد لبنی پرچرب و فراورده های گوشتی دوری کنید. نیکوتین، الکل و استراب دشمن قسم خورده فشار خون هستند. اونها فشاری بیش از حد لزوم به قلب و دستگاه عروقی بدن وارد میکنن و ریسک بروز سکته مغزی یا حمله قلبی رو افزایش میدن. مصرف نمک رو کم کنید. مصرف زیاد نمک باعث انباشت مایعات در بدن و افزایش فشار خون میشه. انباشت مایعات موجب تکرر ادرار میشه و این مسئله میتونه باعث از دست رفتن کلسیم بدن بشه. با کاهش مصرف نمک دیگر کلسیم بدنتون رو از دست نمیدید و به حفظ استحکام استخوان‌هاتون هم کمک میکنید. برای مزه‌دار کردن غذای خودتون سعی کنید به جای نمک از ادویه‌جات و سبزیجات کمک بگیرید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه کانال فارسی مدیا بودید. امیدوارم اطلاعات جالبی که در اختیارتون گذاشتیم براتون لذت بخش بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.